خب بعد از صدای قشنگ آی مرشه کجا رفت نجان؟ بعدش یکم سخت من صحبت کنم چون صدامو با صدایشون مقایسه میکنم، بعد اعتماد به نفسم کم میشه. فقط خوبیش این هست که این میکروفونای حاجی‌های کاوه طباطبایی اکو داره، این اکو هم صدا رو قشنگ میکنه، بنابراین یه ذره مقایسه مبهم میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی خوش آمدید به این مجلس و امیدوارم این دو هفته‌ای که قراره با هم دیگه هم صحبت باشیم حرف‌های مفیدی بتونم خدمتتون ارائه بدم. عرض کنم خدمتتون که صحبت کردن درباره مهارت‌های زندگی خیلی کار سختی هست، نه به خاطر اینکه درس‌های خیلی سختی داشته باشه، اتفاقا درس‌هاش درس‌های آسونی هست. مثلا گفتن اینکه لبخند به چهره داشته باشید خیلی آسونه، نه فیزیک و شیمی نه فرموله، ولی سختیش این هست که وقتی که شما فیزیک و شیمی و زیست شناسی درس میدید بعد همون لحظه دیگه لازم نیست امتحانش رو بدید دیگه، یه چیزی میگیم بعد میریم دنبال کارم. اما وقتی راجع به زندگی و مهارت‌هاش صحبت می‌کنی، اون وقت اگه من بگم لبخند بزنید بعد خودم عبوس باشم، خب خیلی زشته. نه تنها حرفای من تأثیری نداره که خودم هم بعد با خودم درگیر میشم. یعنی من راجع به کنترل عصبانیت صحبت کنم بعد از این محل مبارک بیرون برم یه موتوری جلوی ماشینم بپیچه، من خب عصبانی میشم دیگه، آدمم، یه دو سه تا دریوری به دهنم بیاد بعد خودم پیش خودم شرمنده میشم، میگم چه حرفی بود که تو گفتی، تو که نیم ساعت پیش داشتیم اون حرف کاری میزدی. خداوندم در قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ای کسانی که ایمان آوردید چرا حرفی میزنید که به اون حرف عمل نمی کنید؟ خیلی گناه بزرگی است که حرفی بزنید که به اون حرف عمل نکنید. و خیلی ها اعتقاد دارن ما رو به ادعاهامون میسنجن، یعنی به اندازه ای که من حرف میزنم، بعد آزمایشاتی که تو زندگی من ایجاد میشه آزمایشاتی است که همون حرف هم باش سنجیده بشه. خب اینجا خیلی سخت میشه. بنابراین اگر من راجع به کنترل عصبانیت حرف بزنم، اون وقت ممکنه اتفاقا بیرون که میرم اینجا، اتفاقا هم نه، به شکلی هدفدار و برنامه ریزی شده توسط کارگردان هستی، اتفاقاتی تو زندگی من بیفته که عصبانی کننده باشه، چون این کارگردان میخواد از من امتحان بگیره و من یه آینه بذاره جلو و نشون بده که اه تو داشت این حرفاری میزدی چی شد. خب بنابراین همه شما برای من دعا کنید که حرفایی نزنم که خودم نمیتونم بهش عمل کنم، که اگر این اتفاق بیفته این جلسه برای همه شما هم اگر مفید باشه برای من یکی این جلسه مضر خواهد. خب یه صلوات هم بفرست. خب من ماه مبارک رمضان رو خدمتتون تبریک میگم. وقتی به ماه مبارک رمضان فکر میکنید چی تو ذهنتون میاد؟ خیلی چیزا، ولی حداقل یکی از چیزایی که تو ذهنتون میاد گرسنگیه. و وقتی که گرسنگی تو ذهن ما میاد، یکی از چیزایی که تو ذهن ما میاد غذا خوردن. اصلا ذهن ما اینجوری تنظیم شده که همیشه متضادها رو با همدیگه درک میکنه. بنابراین اگه من به شما بگم سفید، شما چی به ذهنتون میاد؟ بلافاصله سیاه هم به ذهنتون میاد. بگم سفید چی به ذهنتون میاد؟ کمتر ممکنه سبز به ذهنتون بیاد یا آسمانی به ذهنتون بیاد. معمولا وقتی میگیم سفید، سیاه میاد تو ذهن. میگیم سیگار نکشیدن، چی میاد تو ذهن؟ سیگار میاد تو ذهن. بنابراین وقتی صحبت از گرسنگی میشه، اولین چیزی که تو ذهن میاد غذا خوردن تو ذهن میاد. بنابراین به تعبیری اگر ماه مبارک رمضان ماه پرهیز از غذا خوردن باشه، ضمناً به نوعی ماه تکریم غذا خوردن هم هست. نشانش هم مشخصه، خیلی خودمونی میبینید صحبت میکنن میگن که ماه رمضان که میاد و میره ما یه 2-3 کیلو چاق میشیم. اگرم یه آماری از فروشگاه های مواد غذایی بگیریم، قنادی ها و سوپرمارکت ها امثال هم، احتمالاً فروش مواد غذایی یه ذره بالاتر هم میره، نه تنها کم نمیشه، یه ذره بالاتر هم میره. حالا این خوبه که ما توجهمون به غذا زیاد میشه یا بده که توجهمون به غذا زیاد میشه؟ من از دیدگاه روانشناسی فقط راجع به قضیه صحبت میکنم.
از دیدگاه روانشناسی خیلی خوبه که توجه ما به غذا زیاد میشه، چون اینقدر ما هر روز در نوبت‌های مکرر و بی توجه غذا خوردیم که اصلا غذا اهمیت و ارزشش رو برای ما از دست داده. یعنی ما نسبت به اهمیتی که غذا داره، نسبت به حرمتی که سفره داره، نسبت به گرانقدری که روزی خدا داره، اغلب بی اهمیت برام. کمتر ممکنه یک استکان چای رو با توجه بخوریم. استکان چای رو برمی‌داریم همونجور که داریم تلویزیون رو نگاه می‌کنیم غذا می‌خوریم. الان که دیگه در واقع مد هست که موقع غذا خوردن تلویزیون خونه هم روشنه و بیش از این که ما توجهمون به غذا باشه، توجهمون به قصه تلویزیون هست. به نوعی نسبت به غذاهای خودمون ما داریم بی احترامی و بی حرمتی می‌کنیم. هممون هم این کارو می‌کنیم. ما تو خونه خود ما هم تلویزیون روشنه موقع غذا خوردن. به همون اندازه که حواس ما از غذا به تلویزیون باشه، ما داریم به غذایی که می‌خوریم بی احتنایی و بی حرمتی می‌کنیم. مثل اینه که شما یه جای خونه یه نفر مهمان باشین و در اون مهمانی ببینید که صاحبخونه داره تلویزیون نگاه میکنه بجای اینکه با شما صحبت کنه، خب احساس بی احترام، بی حرمتی، بی احترامی میکنید دیگه. غذایی هم که به سفره ما مهمان میشه اغلب اوقات از ما بی حرمتی میبینه، ما نسبت به غذا بی توجهی نشون میده. توی سفری من با یک آمریکایی هم سفر بودم، یه آمریکایی که با ایرانی ها هم زیاد هشت و نشت داره. گفت شما ایرانی ها یه ضرب المثلی دارید، میگین که ما کار میکنیم برای یه لقمه نون، ما کار میکنیم یه چیزی بخوریم. ما آمریکایی ها برعکس شما هستیم، ما نون میخوریم که بتونیم کار کنیم. خب در واقع هر دوی اینا اشتباه است. یعنی اون که فقط کار میکنه برای یه لقمه نون داره به چی بی‌حرمتی میکنه؟ به کار کردنش بی‌حرمتی میکنه. خیلی از ما نسبت به کاری که انجام میدیم بی‌حرمتی، یعنی این کار داریم انجام میدیم یه لقمه نون باید بخوریم دیگه، این بی‌حرمتی نسبت به کار هست. یعنی خود اون کار به خودی خود برای من ارزشی نداره. اگه پزشکم دارم مریض میبینم، برام اهمیت اون داره که مریض پول داده و من آخر شب بالاخره داخل مطب رو جمع میکنم میرم خونه. اون چیزی که برای من حرمت داره چیه؟ فقط پوله. اشکالی نداره ما برای کارمون پول میگیریم، اما اگر فقط و فقط پوله که ارزش داره، یعنی اون کاری که من دارم میکنم بی ارزش دیگه. یعنی اگر بیاد یه نفر من بگه این 100,000 تومان من به تو میدم تو نمیخواد کار کنی، منم بگم چشم دستتم درد نکنه، از خدا میخوام اگه این 100,000 تومان باشه در روز یا در هفته در هر چی که درآمدم هست من سر کار نمیرم. اگر این کار هست، یعنی من دارم به تمام اون ساعاتی که سر کار هستم بی حرمتی میکنم. تنها چیزی که برای من ارزشمنده اون پول هست و چیزی که با اون پول میخرم و تمام اون ساعتهایی که من دارم صرف میکنم داره بهش بیحرمتی میشه و فقط اون پول ارزش داره. بنابراین اگر این تعبیری که اون همسفر من به من گفت باشه که میگفت شما ایرانی ها میگید ما کار میکنیم برای یه لقمه نون، کار ما حرمت و ارزشی انگار نداره. و طبیعیه وقتی ما کارمون برامون بی حرمت باشه کیفیت کارمون پایین میاد. یعنی چه من نونوایی باشم که دارم نون میپزم، چه پزشکی باشم که دارم مریض میبینم، اگه برای من مجموعاً اون چیزی که مهم است فقط درآمد کار هست، بنابراین کیفیت کار مهم نیست. تا زمانی که فروش کنه، تا زمانی من میشینم فکر کنم که کار من چجوریه، کیفیتش در واقع کوالیتی اسسمنتی میکنم، یک ارزیابی کیفیتی میکنم که افت کنه درآمدم، اون وقت من میشم فکر میکنم خب چرا درآمد من افت کرد. بنابراین معلوم میشه تنها زمانی کار من دغدغه و اشتغال ذهنی من میشه که درآمد من به خطر بیفته. در غیر این صورت اگر 30 سال هم بگذره و درآمد من کم نشه، من حاضر نیستم ساعتی در مورد کیفیت کارم فکر کنم، ارزیابی کنم، نظرخواهی کنم، با مشتریم صحبت کنم، با همکارام صحبت کنم، اطلاعات بگیرم، مطالعه کنم که داره. نمونه این کار همین خودروی ملی قبلی ما پیکان که سالهای سال به همون روال قبل تولید شد. چرا تولید میشد؟ برای که فروش میرفت. بنابراین کسی که اون تولید میکرد، چون براش مهم فقط فروش این کالا بود و کالا هم داشت فروش میرفت، بنابراین
ارزیابی و بازنگری نسبت به اون و ارتقای بر اون انجام نداده بود. به روزی رسید که دیگه برای اون روز اون ماشین مناسبی نبود و از رده خارج شد. اگر ما کارمون برامون اهمیت داشته باشه، معنی و مفهومش اینه که حتی اگر درآمد من تغییری نکنه، من میشینم به کارم فکر میکنم و برام مهمه که کیفیت کار من بهتر بشه. حالا چه اون کار فروش بیسکویت باشه، چه اون کار طبابت کردن باشه، هیچ فرقی نمیکنه. اما اون برای قضیه، گفتم اون آمریکایی به من گفت شما ایرانی هم میگید ما کار میکنیم برای یه لقمه نون، ما نون میخوریم برای که بتونیم کار کنیم. اگر اون هم درست باشه، باز به یه چیزی بی‌حرمتی شده. به چی بی‌حرمتی شده؟ به نون بی‌حرمتی شده. چون اگر تنها و تنها من نون دارم میخورم که یک نیروی پیدا کنم بیشتر کار کنم، یعنی نون به خودی خود هیچ ارزشی نداره، فقط ارزشش یک ارزشی است که واسطه کار کردن من بشه. پس بعضی توی دنیا از این ور بوم دارن میفتن که کارشون رو بهش اهمیت نمیدن، بعضی هم تو دنیا از این ور بوم دارن میفتن و اون این هست که به روزی که دارن میخورن اهمیت نمیدن، باش ارتباط برقرار نمیکنن. نمیدونم، من هیچ وقت توی آمریکا زندگی نکردم، ولی توی فیلم ها که میبینم معمولا آمریکایی در حال خوردن فست فودن، یعنی یه ساندویچ گاز میزنن یا یه ظرف چیپس دستشون یا یه نوشیدنی جلوی تلویزیون. خب ما هم داریم همین فرهنگ رو میگیریم دیگه، عملا ما هم به این نحو داریم غذا خوردنمون با فرهنگ آمریکایی داره صورت میگیره، چون تا میشیم سر سفره تلویزیون رو روشن میشه و ریتم غذا خوردن ما رو ریتم برنامه تلویزیونی تعیین میکنه. اگر برنامه اکشن باشه، بزن بکوب باشه، ما تون تون غذا میخوریم. اگر برنامه رمانتیک باشه، عاشقانه باشه، ممکنه این قاشق بین هوا و زمین یک ذره معطل بشه تا بعد وارد دهن ما بشه. اگر ریتم غذا خوردن من داره اون برنامه تعیین کنه، یعنی فعالیت که من دارم انجام میدم تماشای تلویزیون هست و نه غذا خوردن. خب ممکنه بگین چه اشکالی داره، ما که همینجوری غذا میخوریم سیرم میشیم، غذا هضم و جذب میشه، انرژی برای ما ایجاد میکنه، این بی حرمتی کردن به غذا چه اشکالی ایجاد میکنه؟ یه اشکال خیلی بزرگ ایجاد میکنه. ما شروع میکنیم یکی یکی چیزهای ارزشمند، تأثیرگذار و مهم زندگی رو بی ارزش کردن. یه بیسکویت خوردن که اهمیتی نداره، یه استکان چای خوردن که اهمیتی نداره. اگر یه موقع شیشلی که جلوم بزنم ممکنه بگم بسم الله الرحمن الرحیم، آخرش هم بگم الهی شکر. اما یه بیسکویت بخوام بخورم که دیگه نمیگم بسم الله، آخرش هم بگم الهی شکر. یواش یواش این عادت از بیسکویت به نون پنیر هم سرایت میکنه. نون پنیرم که بخورم دیگه بسم الله هم یادم میره، الهی شکر یادم میره، توجهی هم به نون پنیر ندارم. بعد این به ماکارونی هم سرایت میکنه، بعد به قرمه سبزی هم سرایت میکنه. آخرش میبینید از یه جمعی که نشستن دور هم توی رستورانی توی شاندیز شیشلیک خوردن و خیلی هم کیف کردن، ممکنه 5 نفرشون آخرش یادشون بمونه که بگن الهی شکر. تازه در حین خوردنم بیشتر از اینکه حواسشون به همون غذا باشه که از اون لذت ببرن، سخت مشغول گفتگو در مورد قیمت بنزینه و در مورد اینکه حالا صرف کرده برای ما از شهر پا شدیم آمدیم شاندیز. یعنی در حال غذا خوردن اون غذا در واقع قربانی داره میشه، با بی‌توجهی داره خورد. وقتی من شروع میکنم یکی یکی این چیزهای ریز کوچولو ولی ارزشمند زندگی رو بی‌ارزش کردن، غذا خوردن بی ارزش میشه، چای خوردن بی ارزش میشه، قدم زدن بی ارزش میشه، ماه شب 14 که میتابه و بسیار زیباست بی ارزش میشه، صدای جیجیرکا بی ارزش میشه، آسمان پر ستاره بی ارزش میشه، عطر نان بی ارزش میشه، بعد دیگه چی میمونه دیگه؟ همه چیزهای در دسترس زندگی که دیگه بی ارزش شده. یعنی دیگه من با هیچ کدوم از اونا حال نمی کنم به معنی خودمونی کلمه. این لقمه نون خوردم سیر شدم، حال باش نکردم. قدم زدم ولی از راه رفتن حال نکردم. اصلا من به درختا توجهی ندارم که دیگه بخوام باش حال کنم. ممکن از ما بپرسن توی کوچه‌تون چه جور درختایی، یادمون نیاد که چنار تو کوچه ما بیشتر هست یا درخت توت بیشتر هست. وقتی همه اینا ارزشش از دست داد، دیگه نه من با نگاه کردن به ستاره ها لذت بردم و نه با بوی نان لذت بردم، چه اتفاقی میفته؟ زندگی برای من خونسا میشه دیگه، حالی توی زندگی نیست. بعد من میگم چقدر این زندگی بیمزه است.
کسالت باره. هر روز مثل روز قبل، هر روز بیدار میشم، چشمامو باز میکنم، میخوام کار میکنیم، سر کار میریم، هر روز غذا درست میکنیم، بعد ظرفا رو میشوریم، بعد دوباره به فکر شام میشیم، باز غذا درست میکنیم، بعد ظرفا میشیم. چه زندگی بیمزه است. آره، ما زندگی رو بیمزه میکنیم. وقتی زندگی رو بیمزه میکنیم، بیمزه و حوصله‌ام که نمیشه زندگی کرد، بعد باید یه راه حلی پیدا کنیم که این زندگی بیمزه یه ارزشی پیدا کنه. اون وقت ما میشیم آدم‌های هیجان طلب، یعنی نیاز داریم به یک فیلم پرماجرا که بمباران کنه ذهن ما رو از زد و خورد و مثلث و مسلسل رو ببخشید، بمباران و آتش سوزی و یکی میمیره، یکی خودش از صخره میندازه، ما حال میکنیم. تازه چرا این اتفاق افتاده؟ یعنی ما باید انقدر بمباران هیجانی بشیم تا حال کنیم؟ به خاطر اینکه ما نسبت به محرک‌های معمول زندگی حساسیت زدایی شدیم. یعنی وقتی فلینظر الانسان الی طعامه رو فراموش کردیم، غذا خوردیم در حالی که به غذای خودمون نگاه نکردیم، حالا دیگه غذایی که بهش نگاه نمی‌کنیم چه لذتی میخواد به ما بده؟ فقط انبساط معده میده و احساس سیری به ما میده. حالا که دیگه اون به ما حال نمیده، پس ما نیاز به بمباران هیجانی داریم. وقتی ما دیگه از آواز جیجیرک ها لذت نبریم، خب نیاز داریم به موسیقی که گم گم توی گوش ما صدا بکنه، تکون بخوره شیشه ها، تا ما بتونیم احساس کنیم زنده ایم. درد دنیای امروز این هست که آدم ها خودشون رو نسبت به لذت ها و قشنگی های زندگی حساسیت زدایی کردن. دیگه عطر نان سرحالشون نمی کنه، دیگه تماشای درخت ها سرحالشون نمی کنه، اصلا دیگه کسی ماه شب چهارده رو به کسی تبریک نمیگه، هیچ کس به عید نمیگیره وقتی یک باران قشنگ بهاری میاد. به نظر میاد اینها خیلی رمانتیک و شعارگونه است. و وقتی اینها رو ما حذف کردیم، اهمیتش رو از زندگی و کم ارزشش کردیم، اون وقت دنیا به یه جایی میرسه که باید رالی بذاره، ماشین ها ملق بزنن، آتیش بگیرن، منفجر بشن، به هم بخورن، تا آدم ها حال کنن، احساس زنده بودن پیدا کنن، حالشون به هم میخوره از زندگی. باور کنید که در خیلی از جاهای دنیا آدم ها حالشون از زندگی مرفهشون به هم میخوره و خودکشی میکنن، به خاطر که احساس میکنن زندگی چی نداره. من خودم در یک گرمی ها مرسی. توی کنگره، توی یه سمیناری توی ژاپن، از یه نمایشگاه دارویی بازدید میکردم. اون ارائه دهنده نمایشگاه یه خانم هلندی بود. وقتی مکالمه کردیم با هم، من پرسیدم اهل کجایی؟ گفت اهل هلند. خب من شنیده بودم که هلند یکی از زیباترین جاهای دنیاست، حتما هم هست، پایتخت گل دنیا هست، خیابون‌های خیلی قشنگی داره، همه خیابون‌هاش ممکنه اونایی که رفتن آمدن تعریف کنن که همه کوچه و خیابونش یک اثر هنری. من با ذوق و شوق بهش گفتم که پس احتمالاً خیلی شما لذت می‌برید از زندگی توی هلندی. یه دفعه یه قیافه‌ای به خودش گرفت، مثل آدمی که حالش از یه چیزی به هم خورده باشه، گفت حالم به هم می‌خوره، همه چیز پیش‌بینی شده، همه چیز یک نواخت. خیلی جالب بود، بعد از همون سفر که برمیگشتم تو هواپیما کتاب دومین مکتوب پائولو کویلو رو می‌خوندم، دیدم دقیقاً یه همچین ملاقاتی رو پائولو کویلو هم تو کتابش نوشته بود، که اون هم با یک خانم هلندی در یک نمایشگاه کتاب ملاقات کرده بوده و اون خانم هلندی گفته بود خوش به حال تو که تو برزیل زندگی می‌کنی، یه هیجانی هست، یه مشکلی هست، یه درگیری هست، ما کیش درگیری نداریم، هو حالمون از زندگی به هم می‌خوره. چه اتفاقی میفته؟ یعنی واقعا وقتی که ما رفاه بمون، دوچار رفاه میشیم، باید حالمون از زندگی به هم بخوره و باید نیاز پیدا کنیم که درجه صدای موسیقی رو تا آخرین درجه زیاد کنیم و فیلم‌های اکشن نگاه کنیم و مسابقه رالی و موتور سواری بدیم تا بتونیم احساس زنده بودن بکنیم؟ نه، ما لازم هست که برگردیم و دوباره به غذای خودمون نگاه کنیم. فلینظر الانسان الی طعامه.
ما به جای اینکه هی هیجان‌ها رو بالاتر و بالاتر می‌بریم، باید برگردیم و زندگی رو هی آهسته‌تر و آرام‌ترش بکنیم. هرچه این هیجان‌ها بیشتر باشه، ما بهش عادت سازی ذهنمون بیشتر میشه. بنابراین دیگه از این حد اکثر صدای و ولوم این موسیقی لذت نمیبریم، بعد لازم بریم دو تا باند اضافی بگیریم که حالا صدا دو برابر بشه. آها دیدین الان جوونا ماشین که میگن یکی از اولین کارهایی که برن باندای فابریکش عوض کنن، چون این باندا صدایی که میزنه به اندازه‌ای نیست که اونا هیجان پیدا کنن. باید اون هیجان انقدر زیاد بشه که این ماشین بلرزه تا من احساس لذت پیدا کنم. چرا؟ چون حساسیت صدایی شده، چون غذا دیگه ارزشی نداره. هر وقت خواسته تو خونه در یک کابینه دیگه یخچال باز کرده، در حالی که پای کامپیوترش بوده بیسکویتش گاز زده، شیرکاکاوش خورده، غذا اهمیتی نداره. اون موقعی که غذا اهمیت داشت و باید وام ایستادن تا بابای خونه بیاد، باید وام ایستادن تا سفره پهن بشه، باید بسم الله الرحمن الرحیم میگفتن، باید برای غذا خوردن یک سرمونی، یک مناسک، یک آیین رو تعیین میکردن، اون وقت غذا خوردن خودش یک مراسم لذت بخش بود. یه لازم نبود در حال تماشا کردن تلویزیون غذا بخوریم تا غذا بهمون بچسبه. توی همون سفری که من توی ژاپن بودم، توی مراسم چای ژاپنی شرکت کردم. شما حتما تو فیلم ها حداقل اسم مراسم چای ژاپنی و امثالی رو شنیدین. من فکر میکنم این مراسم چای ژاپنی چه خبره، مثلا چه چایی به ما میدن، یه چایی که ما تا حالا نخورده. هیچ کس بهتر از ما چای نمیخوره ها، چون من هر جای دنیا که رفتم چایشون رو خوردم. هیچ کی بهتر از ما چای نمیخوره، این چای دم کشیده تازه دم نمیدونم هلی زعفرونی دارچینی بهتر از ما حداقل جایی نیست. خب ولی گفتم حتما این مراسم چایی که میگن خیلی خبره دیگه، یک چایی میدن که ما تا حالا نخوردیم. رفتیم اونجا نشستیم و دیدیم که نه، قضیه خیلی ساده است. یه استکان چای قرار بود به ما بدن، البته ژاپنی ها چای سبز بکنن که از چای ما کم عطرتر هم هست، تلختر هم هست. یعنی اما اتفاقی که میفته که اسمش گذاشتن مراسم چای این هست که این چای رو بسیار با ادب و احترام میخورن. یعنی وقتی که داره اون خانومی که اجرا کننده مراسم هست چای رو دم میکنه، اینجوری اینجوری تونتون نمیریزه، با یک احترامی به چای خوش احترام میذاره، بعد یه قاشقش ور میداره میریزه، احترام میذاره، آب رو با احترام میریزه، یه استکان چای رو که میاره اینجوری دو دستی میاره ظرفش، اونی که ور میداره دو دستی ور میداره. یعنی آن چیزی که مراسم چای رو مراسم چای کرده، احترام و اهمیتی که برای یک استکان چای آدم ها قائل شدن. اون وقت وقتی مراسم تمام میشه چه خبر بود؟ مراسم چای بودم، مراسم چای بودم. چرا؟ چون من مراسم چای رو مراسم چای کردم. قول مولانا میگه میز ما مست است، نی ما مست از او، تنز ما هست است، نی ما هست از او. مراسم چای رو هم اونها مراسم چایش کردن، با اهمیت دادن به این مراسم. اما اگه قرار باشه یه سفره پر نون باشه، یه سفره پر غذا باشه، ولی ما با شکلی بی احترام باش برخورد کنیم، دو برابر اون چیزی که میتونیم بخوریم. مثل این مجلس عروسی ها دیدین که غذا رو متنوع میچینن، همه حمله میکنن، تون تون بر میدارن که این موقع کم نیارن، بعد آخر وقت نگاه میکنیم دو سوم ظرفا دو سوم غذاش جا مونده. یعنی بی احترامی به غذا، بعد کسی احساس نمیکنه مراسم مهمی انجام شده. اما یک استکان چای میتواند برای ما مهم جلوه کنه. حالا اگر ما بیاییم بی ارزش کنیم، چای رو بی ارزش کنیم، بیسکویت رو بی ارزش کنیم، غذایی که میخوریم بی ارزش کنیم، یواش یواش توی این زندگی چیزی نمیمونه که به ما ارزش بده. ما مجبوریم برای نشئه کردن خودمون، به زبان خودمانی، برای حال کردن خودمون، هی ماراتون کنیم و بدویم تو زندگی یه چیز دیگه به من بده تا من حال کنم. میگه از یه آمریکایی پرسیدن چقدر پول بهت بدیم تا تو راضی بشی، گفت یک دلار بیشتر. یعنی هیچی راضیم نمیکنه. اگر یک میلیون دلار هم بدی، من یک میلیون و یک دلار میخوام. یک میلیون و یک دلار داشتم، یک میلیون دو دلار داشتم، پس من هیچ وقت راضی نیستم. ما مجبوریم توی زندگی همش بدویم
به یک دوز بالاتر. معتادانی که مواد مخدر رو بهش اعتیاد دارن این داستان رو خوب میدونن چی هست، برای اگر امروز با 1000 تومن تریاک نشه است، سال دیگه به 2000 تومن نشه است، سال بعد به 5000 تومن نشه است. پس خوب میفهمن که این نشه هی بدو بدو باید دنبالش بری. اغلب ما هم تو زندگی معتادگونه داریم زندگی میکنیم. یعنی تصور من یه زمانی بود که اوه من یه پراید داشته باشم چه حالی میکنم، اما بعد از پرایده فکر کنم من یه 405 اگه داشته باشم چه حالی میکنم، بعد فکر کنم اگه من یه زانتیا داشته باشم چه حالی میکنم. اونایی که زانتیا دارن هم فکر میکنم اگه ماگزیما داشته باشم بیشتر حال میکنن. کاش این قصه یک جای تمامی داشت، یعنی گاش یه خطی بود که میگفتی این خط خط اشباع آدم هست، دیگه همه به پرادو که رسیدن دیگه اشباع هن، میگن الهی شکرت. ولی من بسیاری از پرادو سوارها رو دیدم که از اون که دوچرخ سوار هست بیشتر احساس بدبختی میکنه، بیشتر احساس بدبختی میکنه. چرا اینقدر ناراحتی؟ برای اینکه قرارداد 25 میلیارد تومانی رو اون شرکت رقیب برد، قرارداد 18 میلیارد تومانی به من رسید. 18 میلیارد تومان اصلا تو تصور من نمی گنجه، یعنی چقدر پول. ولی این آدم احساس نارضایتی میکنه. چرا این اتفاق میفته؟ برای که همون آدم که 18 میلیارد تومان یه قرارداد داره برای یک ماه کارش، همون آدم در حالی که داره رانندگی میکنه غذاش میخوره، در حالی که داره با موبایل صحبت میکنه داره چای میخوره، ارزشی برای غذاش قائل نیست. ساعت 4 بعد از ظهر خودش به من گفته، مریضم بوده، خود اون پرادو سوار 18 میلیارد تومانی به من گفته که وقتی که معده‌م میسوزه میفهمم که من چیزی نخوردم. وقتی ما این چیزهای کوچک زندگی رو بی ارزش کنیم، لذت‌هاشو بذاریم کنار، بعد هی باید بدویم تا این مغزمون رو بمباران کنیم با یه نشه آور، حالا یا مواد مخدره یا سرعت بالاست یا جاه طلبی بالاست یا پول طلبی بالاست، یه چیزی که فقط به من هیجان بده و اون رو جستجو میکنم. هر وقت توجه ما به چیزهای ریز زندگی دوباره معطوف بشه، اون وقت هست که ما میتونیم خوشبختی رو احساس کنیم. و ماه رمضان و هر نوع پرهیزی از یک لذت به ما این امکان رو میده که یک بار دیگه تیزحسی پیدا کنیم. یعنی سر سفره افطار که میشینی حالا دیگه چایا یه بوی دیگه میده، حالا دیگه خرماهه یه طعم دیگه میده، حالا این ساعت پرهیز به من کمک کرده که من تازه بفهمم غذا خوردن یعنی چی، و من دارم با غذا خوردن به نوعی با هستی ارتباط برقرار میکنم. وقتی ما غذا داریم میخوریم، داریم یک موجودی که تا دیروز یا تا یک ماه پیش زنده بوده رو به درون تن خودمون میفرستیم. میخواد خرما باشه، میخواد آبگوش باشه، میخواد نون باشه. در واقع غذا خوردن یکی از نقاط اتصال ما با کل کائنات هست، و این باید بسیار با توجه، با احترام و با مراقبت صورت بگیره. وقتی ما بچه بودیم اینجور چیزا خیلی مهم بود، سر سفره چهارزانو نشستن یه قانون بود. اصلا این قانون ردخور برای ما نداشت که سر سفره یه لنگمون هم دراز باشه و در اینها غذا بخوریم، مگه پامون شکسته بود؟ ردخور نداشت که توی کوچه اگر یه تیکه نون رو زمین هست من باید اون تیکه نون رو بردارم ببوسمش بذارم یه گوشه بالا. احساس گناه در ما ایجاد میشد اگر تهمونده غذامون قبول تو آشغالون ریخته بشه. بسیار با حرمت با غذا مواجهه پیدا میکردیم. ایام پرهیز از هر چیز باعث میشه که ما تیز حس بشیم. یه کتاب خیلی خوب داره یه نویسنده آمریکایی به اسم استیون کاوی به اسم 7 عادت مردمان مؤثر. یکی از اون 7 عادت این هست، میگه مردمان مؤثر هر چند وقت یک بار کارشون رو ساعتی تعطیل میکنن تا به تیز کردن اره ها بپردازن. میگه زندگی کردن مثل اره کردن یه درخت میمونه، اگه شما همینجور در حال اره کردن باشید این ارهتون کند میشه، شما هم نمیفهمید، چون انقدر به تدریج کند میشه که شما اصلا متوجه نیست که یک روز یه دفعه بین ارهتون کنده. نه، هر روز نسبت به روز قبل 1% اره کند میشه، بنابراین اصلا هیچ وقت متوجه کند شدن اره
نمیشید. ولی اگر کسی 5 سال پیش شما رو ببینه، حال شما رو ببینه، میبینه دیگه اگه یک درخت رو ظرف نصف روز اره میکنی، حالا ظرف یک روز دارین اره میکنی. میگه آدم های موفق توی زندگیشون خودشون به خودشون قرار میذارن، میگن هر یه ماه یه بار تیز کردن اره منه. خودشون میشینن تیز هستی رو برای خودشون ایجاد میکنن. بنابراین هر وقت که ما به غذا خوردن چنان عادت کنیم که غذا رو بخوریم ولی متوجه خوردن نشیم، اون روز باید روزه بگیریم. یعنی شاید این 30 روز روزه گرفتن در سال یه نرم متوسط باشه. شاید خیلی از آدم ها نیاز به این باشه که هر 3 روز که غذا میخوان یه روز روزه بگیرن، یا حداقل نصف روز روزه بگیرن، تا زمانی که انقدر تیزستی پیدا کنن که غذا خوردن رو ادراک کنن. یکی از چیزهایی که باعث شده سفر کردن خیلی تشویق شده باشه، هم تو روانشناسی، هم تو مذهب، هم تو تعلیمات خردمندان و حکیمان کهن، این هست که ما به زندگی روزمرمون عادت میکنیم، جوری که دیگه وقتی در کوچه خونمون را میریم هیچی رو نمیبینیم، همه چی عادی شده، جوری که دیگه زیبایی تابلوی دیوارمون رو متوجه نمیشیم، یادمون میره که این مبلمانی که الان توی خونه من هست 10 سال پیش برای من یه آرزو بود. یعنی اگه 10 سال پیش این آپارتمان رو با این دکوراسیون به من نشون میدادن، من میگفتم میشه همچی چیزی؟ ولی حالا یه سال این مبلا و این فرشا و این پرده و این پس من فکر میکنم دلم زده. خب میرم سفر، یه ذره پرهیز و محرومیت از این نعمت و زیبایی داشته باشم، حالا که برمیگردم ببینم چقدر قشنگه، یادم رفته بود چقدر قشنگه. بنابراین ما نیاز داریم به ایام اعتکاف، ایام پرهیز، ایام سفر چقدر به اندازه‌ای که تیز حسی پیدا کنیم و دوباره بتوانیم متوجه زیبایی و ارزشمندی چیزهایی که بهش عادت کردیم بشیم. هر زمانی که من احساس میکنم دیگه حال نمیکنم از این استکان، به جای اینکه فکر کنم باید یک استکان زیباتر بخرم، باید فکر کنم باید یه هفته خودم رو محروم کنم از این استکان. من تیز هستیم تنبل شده که دیگه زیبایی اینو نمیبینم. با خریدن استکان گرانتر وضع بهتر نمیشه. من میفتم توی اون ماراتونی که یه ماه دیگه یک استکان دیگه، یه ماه دیگه باز یکی دیگه، یه ماه دیگه، آخرش تو استکان طلا غذا میخورم، شربت میخورم و لذت نمیبرم. شما حتما شنیدید توی خاطرات پادشاهان و گزارش های مجلات در مورد زندگی های افسانه‌ای بخونید، مثلا ملکه فلان تو ظرف طلا غذا میخوره، یه دست ظرفش مثلا از آجی ساخته شده که مثلا اینقدر میلیون میارزه. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر که اون آدم اینقدر به این لذت ها عادت کرده که 5 جور غذا سر سفره‌اش باشه که دیگه اونو نمیچشه. بعد باید غذا گرونتر باشه، مفصلتر باشه، رنگینتر باشه، بعد باید ظرف گرونتر باشه، باید مجللتر باشه تا بتونه حال کنه. حداقل یکی از دلایلش این هست. پس هر وقت من احساس کردم از این دیگه لذت نمیبرم، به جای اینکه در بیرون دنبال بهتر از اینی بگردم، در درون باید برم گیرنده های حسی زیبایی سنج خودم رو تیز کنم. معلوم میشه اره من کند شده، زیبایی رو دیگه حس نمی کنم. وقتی یه شاعری مثلا مثل سهراب سپهری میگه زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، دلش خوش بوده. نه دلش خوش نبوده، تیز حس بوده. وقتی مینشسته و با یک علف و بوی یک علف چمنزار حالی به حالی میشده، وقتی با صدای چشم حالی به حالی می شده، به این معنی نیست که دلش خوش بوده، هیچ غمی تو زندگیش نداشته، بی پولی هم نکشیده، قسط هم نداشته، نه، به این معنی نیست که خودش رو تیز حس نگه داشته. بنابراین خیلی ساده میگه زندگی شستن یک بشقاب است. خیلی ساده است ولی خیلی پیچیده است. یعنی اگر ما در حال شستن یک بشقاب زنده بودن رو حس نکنیم و فکر کنیم فقط در یک مجلس ضیافت پر جلال و شکوه، یا در یک مسافرت بسیار گران قیمت، یا در یک جمعی که همه رفیقا هستن برای ما دست میزنن، یا با یه حساب بانکی که 10 میلیون تومان 20 میلیون تومان توش هست من میتونم لذت ببرم، زندگی رو نفهمیدم.
خوشبخت کسی است که در حال شستن یک بشقاب زنده بودن رو لمس کنه، و کسی که قرار هست در این ماراتون بدو به دنبال خوشبختی که آنجاست و نه اینجا، هیچ وقت به آنجا نمیرسه، چون اشکال از اینجاست نه از دنیای پیرامون من. اشکال از اینجاست که دیگه زیبایی ها رو نمیتونه ادراک بکنه، به قولی کودن شده، نمیتونه بگیره، کششش کم شده، اون نیاز به پرهیز داره، نیاز به روزه داره، نیاز به اعتکاف داره، نیاز به این داره که زمانی که استکان چای بهش میدن، اون وقت اون استکان چای رو با حرمت بخوره. هر وقت نتونستیم لذت بریم، یعنی نیاز به گرسنه شدن داریم و نه نیاز به غذای بهتر، پرکالوری تر، شیک تر، خوشبوتر. اون وقت اون موقعی که سهراب سپهری اینجور شعرها رو میگفت، مثلا یکی از شعرهاش این بود که آب را گل نکنیم در فرو دست انگار کفتری میخورد آب. آب رو گلالود نکنیم، شاید اون پایین یه کبوتر در آب میخوره، آب گلالود نخوره. بعد یه نویسنده‌ای در روزنامه های اون زمان که جنگ ویتنام بود نوشته بود که این آقا در کدوم دنیا داره زندگی میکنه، توی ویتنام دارن هزاران هزار نفر آدم رو قتل عام میکنن، این آدم نگران گلالود شدن آب برای کفتران هست؟ جواب سهراب سپهری جواب خیلی قشنگی بود، از اون جوابهایی که باید تو تاریخ مکرر تکرار کنه. گفته بود اگر انسان‌ها نسبت به گلالود شدن آب برای کفتران بی‌اعتنا نمی‌شدن، اینقدر قسی القلب نمی‌شدن که هم نوع خودشون رو بکشن. تخم مرغ دوز شتر دوز میشه. آدمی که دیگه اهمیت نمیده که یک قمری در ایوون خونه من تخم گذاشته، آدمی که دیگه اهمیت نمیده که جیرجیرک‌ها الان دارن صدا می‌کنن، آدمی که دیگه از بوی نان لذت نمیبره، این آدم لطافتش از دست میده. یک قدم بالاتر، یک قدم بالاتر، یک قدم بالاتر. نقطه انتهای این انحراف اون هست که دیگه هم نوعان خودمون رو قتل عام میکنیم و اذیت نمیشیم. ببینید در روز چقدر صحنه قتل تو تلویزیون های ما نشون میده. 5 کانال تلویزیون رو مرور کنیم، فیلم های داستانی، قصه، سریال، چقدر صحنه قتل داریم میبینیم و خیلی خونسرد داریم تماشاش میکنیم. یعنی احساسات ما بسیار جرم گرفته، یعنی آینه عواطف ما سیاه شده. اگر نه ما چجور بشینیم و تماشا کنیم که حتی تا فیلمه، درسته فیلمه، اما داره شبیه سازی میشه به چیزی که در دنیا داره اتفاق میفته، ما متاثر نمیشیم و تازه سرگرم میشیم و خیلی وقتا هیجان پیدا میکنیم و خیلی وقتا بدون این هیجان نمیتونیم زندگی کنیم و خیلی وقتا بدون این هیجان غذا از گلومون پایین نمیره. چقدر گیرنده های حسی ما زمخت شده که دیگه از چای لذت نمیبریم. خب اون وقت معلومه که نیاز پیدا میکنیم که هروئین و کریستال مصرف کنیم تا لذت ببریم، چون دیگه یه استکان چای ارزش نداره که ازش لذت. یه شاعر خیلی زیبابویی بود، خدا رحمت کنه، به اسم نصرالله مردانی. در یه جلسه که با هم داشتیم شعر خیلی قشنگی رو خون که اون شعر همیشه تو ذهن من هست. میگفت بوی گندم بوی باران میدهی، بوی عطر تازه نان میدهی. بوی بارون خیلی بوی خوبی هست، بوی عطر نان هم خیلی بوی خوبی هست. یادم میاد 5-6 سال پیش یکی از دانشگاه‌های همین شهر من سخنرانی می‌کردم برای دانشجوها. اول جلسه ازشون پرسیدم شما چقدر از زندگی رضایت دارید؟ درصد بدید. 20%، 15%، 5%، 50%، 90%، 100%. آمار دارم. سوال پرسیدم که فکر می‌کنید چقدر از ابزاری که برای راضی شدن از زندگی لازم هست در دسترستون هست؟ بازم آمار دادم. 10%، 20%. اگه من پول داشتم اینجوری بودم، اگه من ماشین داشتم، اگه کارم تضمین شده بود، اگر یه عالمه اگر که اگر بود من حالم خوب. بعد من براشون صحبت کردم و از خاطرات فراوان آدم‌هایی گفتم که با یک دونه انگور لذت می‌برن. چه لذتی؟ توپ 20.
و از خاطرات زیادی که از آدم‌هایی دارم که اگر اسمشون و ثروتشون و اینکه صاحب کدوم هتل و کدوم کارخونه و کدوم برج این شهر هستن بگم، همه میگن خوش به حالش. ولی آدم جلو گریهش آخه نمیتونه بگیره، در طول شب و روز بارها گریه میکنه از بس احساس بدبختی میکنه، از بس احساس بدبختی میکنه. رضایت از زندگی ابزارش فقط درون ماست، فقط درون ماست. اگر یاد بگیریم از زندگی شاکر باشیم، یاد بگیریم از زندگی سپاسگزار باشیم، یاد بگیریم یک استکان چای یا یک ساندویج نون پنیر رو با احترام و با لذت و با توجه بخوریم، یاد میگیریم که زمانی هم که صاحب ماشین شدیم ازش لذت بریم. اگر یاد بگیریم که غذامون رو هل هل بخوریم، سوار ماشین هم که شدیم نمیتونیم ازش لذت بریم. تجربه صدها مریض که من دیدم اینو بهم نشون داده، هیچ همبستگی بین احساس خوشبختی و رضایت از زندگی و توان مالی و امکانات اجتماعی من پیدا نکردم. حداقل تجربه من با ده ها و صد ها کسی که زندگیشون رو برای من تعریف کردن این نشون میده. شاید جای دیگه چیز غیر از این ثابت بشه، ولی برای من این ثابت شد. این سخنرانیم که بر دانشجویان تموم شد، دوباره از دانشجو آمار گرفتیم، پرسیدیم حالا فکر میکنید چند درصد از ابزارهای رضایت از زندگی رو داشته باشیم؟ اغلبشون از 20% 30% رسیده بود به 80-90%. بعد در حالی که من سخنرانی میکردم، یه همکار من هم اونجاهای مجلس نشسته بود که مثل من هم روان پزشک بود، از منم با تجربه تر، پیشکسوت تر. من میبینیدم همینجور که من دارم صحبت میکنم این خون خونش میخوره، به قول من خودشو داره میکشه تو خودش، که انگار یه چیزی میخواد بگید. بنابراین من سخنرانی که تموم شد گفتم خواهش میکنم آقای دکتر فلان هم تشریف دارن، مهمان مجلس ما هستن، ایشون هم بیان صحبت کنن. ایشون اومد گفت که آقا این چه حرفایی که میزنی مردم رو دل خوش میکنی، این حرفا چیه؟ واقع گرا باشین، واقعیت های زندگی رو بگین. جوان های ما بیکارن، جوان های ما اعتیاد دارن، جوان های ما زن نمیتونن بگیرن، یه بانک اگه میرن 6 ماه طول میکشه تا وام بهشون بده، با اون وام چه کار بکنن، خوابگاهشون فلان هست فلان هست فلان هست. بعد به تمسخر، چون من شعر مرحوم نصرالله مردانی رو خونده بودم که بوی گندم بوی باران میدهی، بوی عطر تازه نان میدهی، به تمسخر گفت آقایون محترم فردا عطر نان بزنید برید خواستگاری، کی به شما زن میده؟ اول از شما میگن خونتون کجاست، ماشینتون کجاست. خب مستمعین انتظار داشتن که من برم جواب بدم به حرفشون. من رفتم گفتم که حرفشون کاملا حقیقت داشت، حرف من هم کاملا حقیقت. توی دنیا بیش از یک حقیقت وجود داره. شما می توانید انتخاب کنید اینجوری به زندگی نگاه کنید، احساس بدبختی مبارکتون باشه. می توانید انتخاب کنید که اونجوری به زندگی نگاه کنید، احساس رضایت و شکرگزاری مبارکتون باشه. یه جوکی از میگه آقای رفت نشست تو رستوران، دیدین لیوانا رو چپه میذارن، لیوان چپه رو برداشت تش بالا بود که نگاه کرد گفت که این لیوان چرا سر نداره، بعد یه اینجوری کرد گفت طعم که نداره. خب اگه پیش فرض ما این باشه که این لیوان سر نداره، این حقیقت درست، این لیوان طعم نداره. اما اگه این لیوان رو بچرخانیم و ببینیم که این لیوان سر داره، اون وقت متوجه میشیم این لیوان طعم داره. اگر پیش فرض ما این باشه که توی زندگی اگر A, B, C, D, E, F, G فراهم بود، آن وقت من احساس خوشبختی میکنم، اون قانون در زندگی ما زنده است، جاری است و ما با اون احساس خوشبختی میکنیم. اگر پیش‌فرض ما این باشه که من میتوانم احساس خوشبختی بکنم حتی بدون اون با چیزهایی که دارم، این قانون تو زندگی عمل میکنه. فیزیکی دانا اینجور چیزا رو خوب میفهمن، میگن نور موجیست یا ذره ای. میگن اگر شرایط آزمایش رو به گونه ای بچینی که موجی عمل کنه، نور موجی عمل میکنه. اگر به گونه ای شرایط آزمایش رو بچینی که ذره ای عمل کنه، ذره ای عمل میکنه. بالاخره چی شد؟ بالاخره این فوتون، این الکترون
موج است یا ذره است، میگه هر دوتا اینو. میگه آخه نمیشه که هم موج باشه هم ذره. خدا اینجوری دنیا رو ساخته. اگر تصمیم بگیریم که از این زندگی لذت ببریم، با همین چیزهایی هم که داریم میتوانیم شاکر باشیم. و خیلی ها میگن با این حرفای شما توجیه نمیشه، هر کمبودی که تو مملکت هست، هر کی کارش نمیکنه، هر کی فلان میکنه، هر کی فلان میکنه. نه، کسی اصلا نگفت که هیچ کس اشتباه نمیکنه، هیچ جا نقص وجود نداره. اما لازم نیست من احساس بدبختی کنم برای اینکه جامعه رو تغییر بدم. هیچ آدم نقبزن بدبخت بیچاره خاک تو سرمون چقدر بنزین گرون شد، جامعه ای رو در دنیا تغییر نداده. شما تاریخ بخونید ببینید کدوم یکی از کسانی که یک اصلاحی رو در جامعه بشری ایجاد کردن، آدم‌های نقبزن بدبخت و بیچاره بودن. یعنی آدمایی که تو تاکسی که میشن یک سر نق میزنن، اینم بدبختیمون، اینم جامعهمون، اینم فلانمون، اینم بنزینمون، اینم گرونیمون، اینم دولتمون. اونا هیچ کاری نمی‌کنن، هیچ کاری نمی‌کنن، خودشون رو توجیه می‌کنن که فکر می‌کنن دارن کاری انجام میدن. با نق زدن چی درست میشه؟ دقیقاً انسان‌هایی توی هستی مؤثر هستن که به شکرگزاری و رضایت رسیدن. اونها هستن که تو هستی مؤثرن، تو خانواده مؤثرن، تو فامیل مؤثرن، تو شهر مؤثرن. و نق بزن‌ها حتی حاضر نیستن نقشون رو بنویسن. من بارها به اینا که نق می‌زنن میگم خب شما ناراضی هستین؟ صفحه دوم روزنامه خراسان هر روز حرفای مردم هست، اس ام اس، تلفن، انتقاد، شکایت، حتی گاهی توهین‌آمیز چاپ میشه. این کارو کن، این کارو کن، این کارو کن، 5-6 راه عملی بهشون پیشنهاد میکنم. ای آقا کی اینا رو میخونه که اهمیت نق توی تاکسی تو رو کسی اهمیت میده؟ عادت به نق زدن یکی از عادت‌های زشت جامعه ماست. همونهایی که تازه بزرگتری مناقصه رو برنده شدن، اون پروژه 24 میلیارد تومانی رو بردن، همونها رو تو مهمانیشون شرکت کنید. فکر میکنید که میگن الهی شکر ما وضعمون خوبه؟ فکر میکنید اون آقایی که در یک ماه 50 میلیون تومان درآمدشه، وقتی تو مهمانیش میشینی میگه الهی شکر، میگه پدر سوخته، 5 میلیون تومان مالیات برای من بریدن از پدر. اون یکی دیگه بعد دم اینه باز میگیره، اینش هم این شده، اون یکی دم اونه میگیره، میچرخه. چی میچرخه؟ بدبختی، بیچارگی. اجسته همون آدمی هست که حتی نوش هم میتونه تا بدون کار کردن تا پایان عمر توی کاخ زندگی کنه. اصلا مد نیست الهی شکر گفتن و چقدر امروز بارونش قشنگ بود و عجب غذای خوشمزه‌ای و چجوری اینه درست کردین، عجب عطری داشت و توش نکنه دارچینم زده بودین. اصلا مود نیست دیگه. ما آدم‌ها خیلی جدی‌تر از این حرف هستیم. باید به سرعت حرف عوض بشه، بیایم سراغ سیاست و اقتصاد. دیگه هیچی ازش نمیدانیم. آها، یه قصه قشنگ از به اسم ابله، یه نویسنده روسی نوشته. یه آدمی بود توی شهر، هیچ که محلش نمیداد، همه میگفتن این ابله احمق، هیچ که محلش نمیره. یه روز رفت پیش یکی، گفت آقا من چیکار کنم که من اهمیت بدن مردم؟ گفت هر چی که میبینی ایراداشو در بیار، نقدش کن، همین چیز رو نقد کن. فردا توی اون شهر یک تئاتری نمایشنامه آمد بر صحنه، مردم از تئاتر میادن بیرون، همکاراش، همسایش میگفتن تئاتر مثلا فلان چیز رو دیدی رو صحنه است؟ گفت تئاتر؟ اونم شما اسمشو میذارین تئاتر؟ اون طراح صحنه بود که این داشت، اون نور پردازی بود که اون داشت. همه میگفتن او یه چیزایی از طراحی صحنه و نور پردازی هم میدانن. فردا یک لباسی مد میشد، میگفت این لباس شما میپوشین؟ لباس شما تنتون میکنین؟ میدونی این لباس تاریخش چیه، پیشینش چیه، شما اینو میپوشین؟ همه میگفتن اوه، این تاریخ لباس ها رو هم میدونه. یواش یواش هر کی تو شهر هر کار میخواست بکنه، میومد با این مشورت میکرد که اول ایبای که این آقا میگه رفت میکرد، تا بعد دیگه معروف شد که این آدم خیلی آدم کارشناسی. ولی این آدم آدم ابلهی بود. اما در جامعه‌ای که همه چیز رو زیر سوال بردن هوشمندی محسوب بشه، این آدم میتونه خوب جولان بده. و متاسفانه
امروز ما فکر میکنیم هر چی بیشتر ناله و نفرین و نقد داشته باشیم هوشمندتریم، جدیتریم. به نظرمون دیگه خیلی رمانتیکه که ما بخوایم راجع به عطر چای صحبت کنیم. بله، بنابراین اون همکار من میگه اینها دلخوش کنکه که شما بگید که میشه از همین الان زندگیتون هم لذت ببرید. راست هم میگفت، اما یک راستی میگفت که خیلی سخت بود. خب خیلی جالب هست، یک تحقیق انجام داده یه آدمی به اسم رابرت کیوساکی، یک کتاب خیلی قشنگ داره، همتون میتونید بخونینش، به اسم پدر پولدار پدر بی پول. رابرت کیوساکی روانشناس نیست که بخواد دلخوش کنک حرف بزنه، یک سرمایه گذار است. تو ایران هم زندگی نمی کنه که فکر کنید میخواد حرفی بزنه که ما قانع بشیم که نه اشکالی نداره و از خوبه او. نه، توی هوایی داره زندگی میکنه. توی کتابش می نویسه که من تیگیری کردم، تعقیب کردم کسانی که قرعه کشی های بزرگ برنده میشن. مثلا بانک ها قرعه کشی میذارن، اون که زانتیار برنده شده، اون که یک ماشین پر از اسکناس برنده شده. من 5 سال رفتم اینا رو پیگیری کردم ببینم که این آدم ها بعد از 5 سال در کجا هستن از لحاظ رضایت از زندگی. دیدم اغلب اونها، البته فکر میکنم اون نوشته همه اونها، ولی چون مطمئن نیستم من میگم اغلب تا همه اونها 5 سال بعد یا در همون وضعیت قبل از برنده شدنن از لحاظ رضایت زندگی، و یا در وضع خرابتری هستن. بنابراین بلیت بخت آزمای ما برنده شدن ما رو خوشبخت نمی کنه. اولین مهارت زندگی مهارت شاکر بودن و سپاسگزار بودن هست، که اگر ما مهارت سپاسگزار بودن رو پیدا کردیم اون وقت لذت میبریم، و نه اینکه اگر لذت ها برای من کافی بود اون وقت من خواهم گفت الهی شکر. یه موقعی چند سال پیش یه مهمونی بود، یکی از بستگان ما دوربین میبرد با یکی یکی آدم ها مصاحبه میکرد، میگفت که سوالش این بود، میگفت که اگه قرار باشه یه جمله فقط بگی اون یه جمله چی هست. یه آدم پخته جا افتادی تو مجلس بود، یه جمله خیلی قشنگی گفت، دوربین برد جلو گفت حاج آقا اگه قبلش یه جمله بگی فقط من ضبط کنم چی میگی؟ گفت میگم الهی شکر. خیلی کم هستن آدم هایی که اگر قرار باشه یک جمله بگند به عنوان پیامی به هستی، پیامشون الهی شکر بودن. و خیلی جالب بود بعد از این سمیناری که گفتم برگزار شد و بعد همکار من میگفت که اینا دلخوش کنک هست و جاهای دیگه دنیا مردم کارشون تامینه، زندگیشون تامینه، پولشون تامینه، یکی که تحصیل میکنه شغل براش فراهم، یکی شغل پیدا میکنه، اینجوریه که مردم راضی هستن. این دلخوش کنک ها چیه که جوانای مردم باش پول میزنید؟ من بعد از اون هر جا که رفتم سفر این رو تحقیق کردم. مثلا اگر روانپزشکم ژاپن رفتم پرسیدم یه روانپزشک چند ساعت کار میکنه، چقدر حقوق میگیره، اجاره خونه شما چقدره، یه پرس غذا توی رستوران چقدره، بلیط هواپیماتون چقدره، بعد بسنجم ببینم آیا رضایت این آدم ها از زندگی ارتباط و همبستگی داره با این چیزها. من همبستگی پیدا نکردم. یعنی همون آدمی که در ژاپن هم از زندگی راضی است آدمی است که مهارت شاکر بودن داره، آدمی که تو ایتالیا هم از زندگی راضی هست، آدمی که تو اسپانیا هم از زندگی راضی هست، آدمی که توی آمریکا هم از زندگی راضی هست، آدمی که توی افغانستان هم از زندگی راضی هست. اونهایی که از زندگی راضی هستن مهارت شاکر بودن و سپاسگزار بودن دارن. و اگر زمانی من این مهارت رو از دست میدم به جای بیشتر خواستن لازمه به خودم پرهیز بدم، به خودم روزه بدم، به خودم محرومیت بدم از اون چیزی که در اختیارم هست، ولی دیگه انقدر کودن شده گیرنده هام که لذت ازش نمیبرم تا دوباره گیرنده های لذت من به قول ما روان پزشکا آپرگولیشن پیدا کنه، شکوفا بشه، آماده بشه تا حالا افطار بتونم از یک استکان چای
لذت، با احترام و با شکرگزاری لذت ببرن. خدا همه ما رو همیشه همه جا همه وقت هدایت کنه که شاکر باشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. خدا نگهدار.